روز جهانی زن، 5 نکته مهمی که باید در این مورد بدانید. سلام، به کانال آیسی خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 حدود سال 1398 خورشیدی مصادف با 8 مارچ یعنی روز زن است. در نخست روز جهانی زن را به تمام زنان، مادران و خواهران رنجیده کشور ما افغانستان و جهان تبریک عرض می دارم. ممکن است در رسانه ها یا از دوست و آشنا چیزهای در مورد 8 مارچ دیده یا شنیده باشید. بیش از یک قرن است که مردم سراسر جهان 8 مارچ را روز زن تعیین کرده است. اما مناسبت آن چیست؟ چه روز است؟ برگذاشت و جشن است یا جشن و اعتراض؟ آیا روز جهانی مرد هم داریم؟ با ما همراه باشید، با جوابات این همه موضوعات می پردازیم. در نخست، ماجرا از کجا شروع شد؟ روز جهانی زن از جنبش کارگری شروع شد و به رویداد در سال تبدیل شد که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت شناخته است. بذر این ماجرا در سال 1908 کاشته شد، زمانی که 15,000 زن در شهر نیویورک راهپیمایی کردند و خواهان ساعات کار کمتر، حقوق بشر و حق رای شدند. حزب سوسیالیست آمریکا یک سال بعد از این راهپیمایی اولین روز جهانی زن را اعلام کرد. ایده جهانی شدن این روز از زن به نام کلارا زیتکین بود. او این پیشنهاد را در سال 1910 در کنفرانس جهانی زنان کارگر در کپنهاگ داد. در این کنفرانس 100 زن از 17 کشور جهان حضور داشتند که همگی به اتفاق آرا با پیشنهاد او موافقت کردند. اولین بزرگداشت این روز در سال 1911 در اتریش، دنمارک، آلمان و سوئیس برگزار شد. جشن 100 سالگی این رویداد هم در سال 2011 برگزار شد. امسال روز جهانی زن 109 ساله می شود و 109مین روز جهانی زن را جشن می گیریم. اکنون می پردازیم به تاریخچه روز جهانی زن. 8 مارچ کلارا زیتکین برای روز جهانی زن روز خاص را در نظر نداشت. این روز تا سال 1917 و تا اعتصاب زنان روسیه در زمان جنگ برای نان و سال شکل رسمی به خود نگرفت. 4 روز پس از اعتصاب زنان تزار ناچار به کنارگیری شد و دولت موقت حق رای زنان را تضمین کرد. تاریخ شروع اعتصاب زنان در تقویم میلادی قدیم که آن زمان در روسیه رایج بود یک شنبه 23 فوریه بود که این روز در تقویم میلادی جدید برابر با 8 مارچ و همین روز است که امروزه تجلیل می شود. آیا روز جهانی مرد هم داریم؟ بله، 19 نوامبر، اما این روز فقط از دهه 1990 به این مناسبت انتخاب شده است و هنوز سازمان ملل متحد آن را به رسمیت نشناخته است. مردم در بیش از 60 کشور جهان از جمله بریتانیا آن را جشن می گیرند. اهداف این روز عبارتند از توجه به سلامت پسران و مردان، بهبود روابط جنسی، ترویج برابری جنسیتی و تشویق نقش و الگوی مثبت مردانه. موضوع سال 2019 ایجاد تغییر و دگرگونی برای پسران و مردان بود. روز زن در سراسر جهان چگونه برگزار می شود؟ در بسیاری از کشورها این روز تعطیل رسمی است، از جمله در روسیه که 3 یا 4 روز قبل و بعد از 8 مارچ بازار گلفروشی ها داغ است. در چین به توسعه شورای دولتی خیلی از زنان می تواند این روز را به نیمه وقت کار کنند. البته خیلی از کارفرمایان هم نصف روز مرخصی به کارکنان زن خود نمی دهند. در ایتالیا روز جهانی زن با هدیه دادن شاخه گل میموزا گرامی داشته می شود. منشای این رسم روشن نیست، اما باور این است که از روم و پس از جنگ جهانی دوم شروع شده است. در امریکا ماه مارچ ماه تاریخ ساز زنان است. هر سال به افتخار دستاوردهای زنان امریکایی رئیس جمهوری بیانیه صادر می کند. برنامه امسال چیست؟ کارزار روز جهانی زن امسال هشتگ را انتخاب کرده است.
که به معنای تلاش هر فرد برای برابری است و برگرفته از ایده وظیفه اجتماعی هر فرد است. این کارزار اعلام می کند ما هر کدام جزء از کل هستیم. کارهای فردی ما، گفتگوهای ما، رفتارها و ساختارهای ذهنی ما بر جامعه بزرگتر اطرافمان اثر می‌گذارد. همه با هم می‌توانیم تغییر به وجود آوریم. همه با هم می‌توانیم به ایجاد جهانی مبتنی بر برابری جنسیتی یاری رسانیم. در چند سال گذشته جنبش‌های زنان به رشد بی‌سابقه‌ای رسیده‌اند. در ماه اکتبر 2017 میلیون ها زن در جهان با هشتگ در شبکه های اجتماعی آشکارند از تجربه های آزار و اذیت های جنسی گفتند و رواج گسترده آن را در جهان افشا و محکوم کردند. در سال 2018 هشتگ در سراسر جهان گسترش پیدا کرد و کشورهای مثل هند، فرانسه، چین و کره جنوبی با درخواست تغییر رویه در جهان به این کارزار پیوستند. در ایالات متحده تعداد زنان انتخاب شده در انتخابات میان دوره بی‌سابقه بود. سال گذشته پس از یک همپرستی در ایرلند شمالی سقط جنین قانونی شد و همچنین قانون چگونگی پوشش و رفتار زنان در مجامع عمومی سودان لغو شد. با سپاس از توجه شما عزیزان. برای ویدیوهای بیشتر کانال ما را همراه باشید، سابسکرایب نمایید.